سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت هستیم با آخرین ستاپ این دوره که FOF هستش. بعد از این ستاپ ما وارد مباحث تروزون ها میشیم که اونجا براتون توضیح میدیم که به چه شکلی باید توی چه نواحی به دنبال تشکیل ستاپ باشید. قبل از اینکه من بخوام FOF رو شروع کنم، نیاز هستش بگم که FOF ها چندین نوع هستش که ما صرفا با یک نوعش که روی QM لیول ها تشکیل میشه سر کار داریم. بیس همه ستاپ های ما QM هستش و در مورد همین FOF هم صرفا مواردی که روی QM لیول ها تشکیل میشن سر کار داریم. خب من نیاز هستش که یک توضیحی در مورد FL ها بدم. همونطور که تو ساختار بازار یاد گرفتید، FL FDR هستش که یک بار قیمت رو به سمت بالا یا پایین نگه داشته و هر موقع همین FDR که نگه داشته که FL بوده، اگر این گرفت بشه باز هم سواب یک FL خواهد بود. خب این رو هم ما همینجا میتونیم به سمت پایین تریدش کنیم، چون برای ما یک منطقه عرضه هستش که ما میتونیم اینجا پوزیشن فروش داشته. خب مطابق همین ما FOF رو میایم توی QM لول ها تشریحش میکنیم که به چه شکلی هستش. ببینید وقتی ما یک QM لول داریم، قاعدتا باید یک لفت شولدر کینگ اینجا داشته باشیم. وقتی این لفت شولدر کینگ بتونه قیمت رو پایین نگه داره، این برای ما یک FL خواهد بود. ببینید لفت شولدر کینگ یک FTR هستش و چون قیمت رو اینجا به سمت پایین نگه داشته، پس این FTR یک FL خواهد بود. مطابق همین حالت صعودیش رو هم در نظر بگیرید و من دیگه حالا ترسیمش نمی کنم. خب قیمت وقتی از پایین میاد این رو اینگولف میکنه، ریتریس میده، این سواپ حاصله یک FL سواپ خواهد بود که ما به اینها حوالی QM لول ها یک FOF میگیم و اینجا دیدگاه خرید خواهیم داشت. من رنگ اینم تغییر بدم. خب به این شکل ما اینجا میتونیم دیدگاه خرید داشته باشیم به سمت بالا. خب این کل بیس FOF هستش که ما باش سر کار داریم. خیلی سخت نیستش، ما اصلا قصد نداریم چیزی رو سخت کنیم، چون بازار به نوع به خودی خود سخت هستش و ما بخوایم اینو پیچیده کنیم واقعا نمیتونیم به درستی ترید کنیم. بنابراین تا جای ممکن من اینها رو ساده سازی کردم. خب یک مورد تبصره ای که اینجا وجود داره این هستش که ما سواپ FOF رو نداریم، بنابراین ریتریس به چه شکلی خواهد بود. ببینید وقتی ما سواپ رو نداریم به این شکل و قیمت به صورت شارپ اومده این رو ایگنور کرده، پس FOF ما کجا تشکیل میشه؟ ببینید قیمت در این صورت ریتریسش به کجا خواهد بود. وقتی به این شکل ما یک QM لول داریم که برداشته شده، ریتریس میتونه به این ناحیه باشه. علتش چی میتونه باشه؟ ببینید من این کف رو دارم که رفت سخت جدید داده و این سخت و کف اومده این گلفش کرده و به سمت پایین حرکت کرده، بنابراین اینجا برای من یک ادوانس کیو هم هستش که قیمت میتونه ریتریس داشته باشه. این به شرطی هستش که ما اینجا هیچ کینکی نداریم و قیمت به سمت پایین حرکت میکنه و به اولین محدوده معتبری که وجود داره که اینجا باشه ریتریس خواهد. این لگ هم تا جای ممکن باید شارپ باشه. وقتی به این صورت سمت QM لول میاد باید شارپ باشه و هیچ کینکی تشکیل نشه. وقتی یک کینکی به این صورت تشکیل میشه، ما این کینک رو FOF در نظر میگیریم و ریتریس ما به این صورت اینجا خواهد بود و اینجا دیدگاه خرید خواهد داشت. خب ببینید ممکنه که حالا قیمت به سمت این QM لول FO کنه، ولی خب ما اینجا رو برای ورود در نظر میگیم، چون وقتی ریتریس سریع انجام میشه ما این ریتریس سریع رو توی FOF
خواهیم گرفت و ممکنه که قیمت حالا بعدها بیاد این کیوم لول رو برداره و به سمت بالا حرکت کنه. بنابراین ما دو تا ناحیه میتونیم داشته باشیم که یک ناحیهش همین FOF هستش، یک ناحیهش هم همین پایین هستش که ما میتونیم اینها رو داشته باشیم. خب قیمت وقتی توسط این سقف کف میاد کیوم لول رو برمیداره، این سقف کف اگر خیلی بزرگ باشه، اکستند شده باشه، دیگه QM لولش برای ما مطرح نیست و ما همینجا توی FOF منتظر ترید خواهیم بود و این رو به سمت بالا ترید خواهیم کرد. خب من خیلی دیگه وارد جزئیات نمیشم، بریم چند تا مثال رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که توی بازار به چه شکلی تشکیل میشن. خب یک موردی که ما میتونیم بررسی کنیم همینجا هستش. ببینید ما یک QM level اینجا داریم به این صورت های لو های های و لوور لو که اینجا برداشته شده. بنابراین ما باید این خط که این قیمت که بالاتر از این QM level هست رو در نظر بگیریم و سواپ این رو ما بررسی کنیم. من این رو میام یک مقدار پایین تر بررسی کنم. به این شکل. خب FOF ما ابتدا اینجا بوده. ببینید این FOF ما بوده که ماژور شده به این شکل و به سمت پایین حرکت کرده و ما باید کل این رو در نظر بگیریم. کل این کینک برای ما FOF هستش. ما نیاز نداریم که کینک به این بزرگی رو بخوایم ترید کنیم. بنابراین باید تا جای ممکن این رو کوچیک کنیم. ببینید کینک اول FOF ما این بوده و توی این سقف و کفی که اینجا وجود داشت اومد این گلف شد و ما میتونیم از این سقف و کف یک QM بگیریم و به محض اینکه تایید میشه، ببینید وقتی های این زده میشه تایید میشه، وقتی به سمتش برمیگرده ما میتونیم اینجا ورود خودمون رو داشته باشیم و این رو به سمت بالا بگیریم. به این صورت. ببینید این چرا علتش چیه که این به این صورت اکستند شده. ما بعد از اینکه QM level رو داشتیم قیمت دیگه نتونست هایر های بزنه و به این صورت به سمت بالا حرکت کرد و آخرین هایی که ما اینجا داشتیم این بوده که توسط این سقف و کف زده شده. ببینید این سقف و کف نمیتونه باشه چون لوش زده نشده، بنابراین این سقف و کف برای ما مهم هستش و سواپش که اینجا باشه برای ما یک QM level میده که اگه دقت کنید قیمت حالا به صورت پیپ به پیپ با این یکی شده. ما این رو اگه لفت شولدر کینگ هم در نظر بگیریم قیمت بعدن اومده QM level این رو برداشته به این شکل، که در این صورت ما میگیم که این FOF به جای معتبری رسیده و اینجا جای معتبرش بوده که قیمت روش سوار شده. خب مطابق همین رویه میتونیم اینجا هم همین عمل رو تکرار کنیم. من میرم یک تایم پایین تر تا بیشتر بررسی کنم. من اینجا یک سقفی داشتم که رفته لوور لو زده، توی این سقف و کفی که اینجا وجود داره این گلف شده و سواپش دقیقا اینجا بوده که توسط این به این صورت ماژور شده و به سمت پایین حرکت کرده که در نهایت اینجا به ما یک کینک آرس میتونه بده که ما این رو میتونیم به این صورت در نظر بگیریم و قیمت به اینجا ریتریس داده. صرفا میخوام جایی که قیمت بهش ریتریس داده رو مشخص کنم و خیلی کاری به این نداره. خب این جایی بوده که قیمت بهش رسیده و از اینجا به سمت بالا حرکت کرده و مجددن وقتی FOF اینجا تایید میشه، یعنی اینجا چون هایر های اینو زده اینجا تایید میشه، مجدد به سمتش برمیگرده و اینجا توی این QM level به ما یک تریدی میده که ما این ترید رو میتونیم به سمت بالا بگیریم. خب
اگه دقت کنید همینجا هم ما یک کیو ام لول داریم، یک های لو، هایر های و لوور لو. لف شولدر کینکی که وجود داره اینجا هستش، اینجا لف شولدر کینک ما هستش که به این صورت سی پی اومده به این یکی، و ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که قیمت بعد از اینکه لوور لو زده به سمتش برگشته و این پایین نگه داشته شده و رفته لوور لو زده. اگه من این رو هدایتش کنم جلوتر، همونطور که میبینید قیمت اینجا این گلفش کرده. ببینید اینجا جایی بوده که این گلف شده و این کینک اف او اف ما خواهد بود که ما یک بار میتونیم روش ریس کنیم و این رو به سمت بالا ترید. خب بریم یک مثال دیگر رو بررسی کنیم و با انواع اینها آشنا بشیم. خب مثالی که ما میتونیم از تایم فریم های بالاتر بزنیم همینجا هستش. ببینید این کف رفته صفحه جدید زده و این کیو ام لول ما میتونه باشه به این صورت. کیو ام لول ما هستش که یک بار قیمت نگه داشته و به سمت بالا حرکت کرده. ببینید اینجا هایر های این شکسته شده، بعد از برداشتن این کیو ام لول هایر های قبلی شکسته شده، پس بنابراین این کیو ام لول کار کرده و یک کینکی همین حوالی باید تشکیل بشه که من یک تایم میرم تایم پایین تر تا بیشتر بررسی کنم. خب ببینید اینجا کیو ام لول ما برداشته شده و به سمت بالا حرکت کرده و بنابراین این کینک برای ما میتونه کینک اف او اف باشه که من این رو هدایتش میکنم جلوتر تا به این صورت. ببینید این کفش بوده که قیمت بهش رسیده و بعد به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده. این میتونه یک مثال از تایم فریم های بالاتر باشه، ولی خب ما خیلی به تایم هفتگی شاید نیازی نداشته باشیم. بنابراین من میرم تایم فریم پایین تر تا موارد دیگر رو بررسی کنم و توی تایم فریم های پایین تر به دنبال اف او اف باشم. به عنوان مثال ما میتونیم مثلا اینجا رو داشته باشیم، این یک کیو ام لول، یک لو، های، لوور لو و هایر هایی که اینجا زده شده و بعد قیمت اومده این کیو ام لول اینجا برداشته شده. ببینید وقتی کفی که میاد کیو ام لول رو برمیداره یک مقدار پایین تر از این کیو ام لول اینجا باشه، ما باید اینجا رو در نظر بگیریم. یعنی اینجا برای ما مهمه و وقتی کفش زده بشه ما ازش میتونیم اف او اف بگیریم که اف او افش اینجا خواهد بود به این صورت، این اف او افش خواهد بود. خب ما میتونیم بریم تایم فریم پایین تر و اینجا رو تحلیل کنیم، چون کینک به این بزرگی شاید خیلی به کار ما نیاد. بنابراین من باید برم تایم فریم پایین تر و این رو بیشتر بررسی کنم. خب این همون کینکه بوده و اگه دقت کنید ما اینجا یک سقف و کفی داریم که باعث لو زدن قیمت شده و این سقف برای ما کیو ام لول میتونه باشه که من میخوام ناحیه‌ام رو کوچیک کنم به این صورت. دقیقا این سقفی بوده که به این شکل سقف و کف قبلش رو اینگلف کرده و کیو ام لول ما میتونه اینجا باشه. خب مجدد تو همین سقف و کف ما میتونیم یک مورد دیگر رو هم بررسی کنیم. ببینید این سقفی بوده که رفته لوور لو زده و این سقف و کف اینگلفش کرده، بنابراین ما میتونیم اینجا رو هم به عنوان یک کیو ام لول در نظر بگیریم و این ناحیه ورودی ما باشه و اینجا بخوایم ورود داشته باشیم. خب ناحیه ورود ما اینجا خواهد بود که من این رو هدایتش میکنم جلوتر تا واکنشش رو ببینم. خب اینجا قیمت جایی بوده که اومده بهش رسیده و بعد از اینجا به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده. این هم
نحوه کوچک کردن یک ناحیه که میتونیم به این شکل بررسی کنیم. خب به عنوان یک مثال دیگه ما میتونیم مثلا اینجا رو بررسی کنیم به عنوان یک QM level که من برم تایم فریم پایین تر، اول اینجا رو مشخص میکنم تا بعد برم تایم فریم پایین تر به این صورت. من اگه اینجا یک دقیقه بهم بده، خب همینجا ببینید قیمت اینجا یک سقفی داشته که رفته کف جدید داده و این میتونه برای ما یک QM level باشه. همونطور که توی تایم فریم بالاتر دیدید این حرکت به صورت کندل اینگورت دیده میشه و ما باید تایم رو ببریم مثلا بالاتر جایی که کندل اینگورت رو ببینیم. ببینید مثلا این کندل اینگولف بوده و ما میتونیم از شادو تا مشترک اوپن کلوز ها رو محدوده ورود بگیریم، یا اینکه تو همون تایم فریم پایینتر ما از لفت شولدر یک فیبو بندازیم تا جایی که قیمت حرکت خودش رو تموم کرده. ببینید از این لفت شولدر تا اینجا که قیمت لو این رو زده، من این رو دقیق بندازم. خب ما میتونیم توی 86% ورود خودمون رو داشته باشیم. این 86%ش که قیمت بهش رسیده و اینجا QM level رو برداشته و بعد به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده. خب من تایم رو میبرم بالاتر، این QM level من بوده که قیمت به این شکل این رو برداشته و بعد به سمت پایین حرکت کرده. ببینید همونطور که میبینید توی تایم فریم بزرگتر هیچ کینک مشخصی اینجا برای ما تشکیل نشده و قیمت هم نسبت به این کینک به این کوچیکی حرکت خیلی بزرگی انجام داده. بنابراین چون اینجا هم حرکت شارپ بوده قیمت این FOF رو نادیده میگیره و به QM لولی که اینجا وجود داره واکنش میده. این میتونه برای ما یک QM level باشه که قیمت اومده این رو برداشته و بعد به سمت بالا حرکت کرده. علت این که این QM level هست به خاطر اینه که ما اینجا یک سقف و کفی داشتیم که رفته هایر های زده و اینجا اینگولف شده و قیمت به درستی مکان درستی رو برای ریتریس انتخاب میکنه. خب بریم اینجا رو بررسی کنیم. اینجا هم احتمالاً یک سری FOF تشکیل بشه. خب اگه دقت کنید ما اینجا یک لو های لوور لو و هایر های داریم. اگه من تایم رو بیارم با پوینتر، این لو های هایش اینجا بوده و لوور لو و هایر های، بنابراین این لوی که اینجا وجود داره برای ما QM level هستش که قیمت این رو برداشته و بعد به سمت بالا حرکت کرده. اینجا QM level برداشته میشه و بعد به سمت بالا حرکت خودش رو انجام میده. بنابراین اینجا برای ما کینک FOF خواهد بود. چه من این رو هدایتش میکنم جلوتر تا واکنشش رو ببینم. این هم واکنشی بوده که قیمت به این QM level ببخشید FOF داشته و از اینجا به سمت پایین حرکت کرده و یک لو لوی رو برای ما ثبت کرده. خب بریم یک مثال دیگر رو بررسی کنیم. به عنوان مثال مثلا از تایم فریم بالاتر ما میتونیم اینجا رو به عنوان QM level داشته باشیم که حالا رنگ این هم خیلی مشخص نیست. اینجا رو به عنوان QM level داشته باشیم که low, high, lower low و higher high زده شده و قیمت این QM level رو برداشته و بعد به سمت بالا حرکت خودش رو انجام ده. خب اینجا برای ما میتونه کینک FOF باشه که قیمت میتونه بهش ریتریس بده که یک بار ریتریس خودش رو انجام داده و خیلی ما نمیتونیم منطقه
حساب باز کنیم. بنابراین باید بریم داخل این کینچه و این رو بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که نواحی فرشی که میتونه داشته باشه کجا هستش. به عنوان مثال اینجا سقفی بوده که قیمت لوبرلو زده و اینجا این گلف شده و این میتونه برای ما یک QM لول باشه که من این ناحیه رو به عنوان ورود در نظر میگیرم و انتظار دارم که قیمت به سمت این لبه باکسمون حرکت کنه و از اینجا به سمت پایین حرکت خودش رو شروع کنه. این هم به عنوان یک زوم میتونم داشته باشم و حوالی این میتونم با تشکیل یک ستاپ این رو تریدش کنم. بریم تایم فریم پایین تر و بیشتر بررسی کنیم. به عنوان یک مثال ما میتونیم اینجا رو کفی در نظر بگیریم که رفته سقف جدید زده و قیمت اینجا این گلفش کرده و این QM لول ما بوده که اینجا برداشته شده. بنابراین من همین خط رو نگه میدارم از این left shoulder kinkی که این پایین وجود داره. اگه دقت کنید left shoulder kinkش همین حوالی هستش که من خط رو از زیر این میندازم و میرم جلوتر تا کینک FOFش رو مشخص کنم. ببینید همونطور که اینجا میبینید قیمت یک FOF اینجا ساخته و یک بار هم بهش ریتریس داده و بعد به سمت پایین حرکت خودش رو انجام داده. بنابراین این دیگه مصرف شده و ما دیدگاهی نداریم که قیمت حتما از اینجا باید ریزش خودش رو انجام بده. حالا من این رو هدایتش میکنم جلوتر. قیمت به این رسیده، حالا به صورت سی پی اومده اینجا که واکنش داشته، ولی این رو ما به صورت تاش ترید ترید نمی کنیم و باید تاییدیه بگیریم تا این رو به سمت پایین بگیریم. خب به عنوان نمونه مثلا ما اینجا هم میتونیم یک QM لول داشته باشیم، لو های لوور لو لفت شولدر کیک و قیمت هایر های زده و QM لول رو برداشته و به سمت تارگت حرکت کرده. ببینید اینجا برای ما left shoulder kink هستش و جایی که قیمت این گلف میکنه برای ما مهم هستش. این سواپ حاصله خواهد بود که ما میتونیم اینجا رو داشته باشیم و اینجا ترید خودمون رو انجام بدیم. ببینید یه کاری که میتونید بکنید این هستش که فیبو بندازید. حالا چون ریترسش دیر هنگامه فیبو نمیتونید بندازیم، یا اینکه باید برید اینجا رو تحلیل کنید و یکی هم نولی فرزن همین حوالی میتونه وجود داشته باشه که قیمت میتونه بیاد اینجا واکنش خودش رو داشته باشه و بعد به سمت پایین حرکت خودش رو انجام بده. خب ما یکی هم نولی هم اینجا داریم، یک لو های لوور لو و هایر های که توسط این کف قیمت QM لول رو برداشته و بعد به سمت بالا حرکت کرده. من اگه لپ شود لکین که این رو پیدا کنم که همینجا هستش و به این صورت این رو هدایتش کنم جلوتر که حالا قیمت چون این حرکت کل لپ شود لکین رو مصرف کرده، ما میتونیم حتی از این گلف خود این کف FOF بگیریم به این صورت که سواپ حاصله اینجا میتونه باشه و قیمت به سمت این بر میگرده و بعد به سمت پایین حرکت خودش رو شروع میکنه. خب به عنوان یک مثال دیگه ما میتونیم یک QM لول اینجا داشته باشیم، یک لو های لوور لو هایر های که QM لول اینجا برداشته شده و به این صورت به سمت بالا حرکت خودش رو انجام داده. خب ما میتونیم کینک FOF رو اینجا مشخص کنیم و به این صورت هدایتش کنیم جلوتر که حالا قیمت بهش رسیده به این صورت و یک QM هم همین حوالی تشکیل شده که این رو
چون کندل این گلفه باید از لفت شولدر تا جایی که حرکت کرده یک فیبو بندازیم و توی لول 86% این رو به سمت پایین ترید کنیم. خب بریم یک مثال دیگر رو هم بررسی کنیم. مثال دیگه که ما میتونیم داشته باشیم اینجا هستش. ببینید یک لو های لوور لو و هایر های این کیو ام لول ما که به این صورت قیمت اومده اینجا آخرین جایی بوده که این کیو ام لول برداشته شده و بعد به سمت بالا حرکت خودش رو انجام داده. ما یک اف اف میتونیم اینجا داشته باشیم که قیمت میتونه به سمتش ریتریس بده و ما این رو اینجا تریدش کنیم و این رو به سمت پایین بگیریم. حتی ببینید نیاز نیست اینجا تاچ ترید انجام بشه. ما میتونیم با تاییدیه و تشکیل یک ستاپ اینجا ترید خودمون رو انجام بدیم. طبیعتا همینجا هم برای ما یک QM level تشکیل شده. ببینید این های لو هایر های من اگه تایم پایین به من بده اینجا رو بیشتر بررسی کنم. اینجا اگه تایم M15 به من بده خب ببینید اینجا یک های داریم لو داریم هایر های و لوور لو که قیمت ببینید چند پیپ لو این رو زده. از جایی که قیمت از اینجا حرکت کرده لوش زده شده. بنابراین این کیوم لول ما میتونه باشه که در نهایت اینجا برداشته شده و به سمت پایین حرکت کرده و لو این رو زده. سواپی که برای ما تشکیل میشه یک FOF خواهد بود که ما این رو میتونیم اینجا داشته باشیم. ببینید درست اینجا QM level برداشته شده ولی خب این سقفی بوده که رفته لوور لو زده. بنابراین این برای ما یک RSFL هم محسوب میشه که ما میتونیم این کینگ رو داشته باشیم و اینجا ورود خودم رو انجام بدیم. خب بریم یک مثال دیگر رو بررسی کنیم. ببینید مثال بعدی میتونه همینجا باشه. یک لو های لوور لو هایر های که این کیو ام لول بوده که اینجا مصرف شده و این برای ما میتونه یک کینگ اف او اف باشه. اینجا برای ما میتونه یک کینگ اف او اف باشه که ما میتونیم این رو داشته باشیم و قیمت وقتی بهش میرسه میتونیم این رو ترید کنیم که خب بهش نرسیده، هنوز بهش نرسیده قیمت. به عنوان یک مثال دیگه ما میتونیم اینجا رو کیم لول داشته باشیم. لو های لوور لو هایر های که قیمت اینجا برداشته این رو و بعد به سمت بالا ریتریس داده. این جایی بوده که کیم لول برداشته شده و اینجا این گلف شده. به این صورت اینجا میتونه برای ما یک کینگ اف او اف باشه که ما میتونیم این رو وقتی قیمت بهش میرسه تریدش کنیم. خب محدوده تریدش کجا میتونه باشه؟ ببینید به عنوان مثال اینجا من یک FL دارم که قیمت رو پایین نگه داشته. به این صورت پایین نگه داشته و توی این ناحیه اینگلف شده و من میتونم این رو به عنوان یک QM level در نظر بگیرم و اینجا لفت شولدر کینگ که من باشه که برم باز مجدد توی دل این و به دنبال نواحی فرشتر بگردم که قیمت وقتی بهش میرسه من میتونم اینجا رو تریدش کنم. به این صورت حالا قیمت فعلا بهش نرسیده. من باید بدونم که ناحیه اصلیش کجا هستش. بنابراین باید برم داخلش و بیشتر بررسی کنم. به نظر من نواحی فرش خوبی نداره اینجا و تنها ناحیه فرشی که من میتونم داشته باشم همین هایی هستش که اینجا مشخص کردم و این لبه برای من میتونه یک لبه معاملاتی باشه و من میتونم اینجا ترید کنم. لبه معاملاتی منظور استراتژی معاملاتی نیست، باکسیه که من اونجا میتونم ورود خودم رو داشته باشه. خب بریم یک مورد دیگر رو
بررسی کنید. مورد بعدی دوباره هم تو دل همین من میتونم بیشتر بررسی کنم اینا رو. به عنوان مثال یک QM لولی اینجا میتونم داشته باشم که برداشته شده قیمت و توسط این کف قیمت این رو برداشته و بعد اینجا این گلف شده و این میتونه برای من یک کینک FOF باشه و من اینجا بتونم ترید خودم رو به سمت پایین بگیرم. خب به عنوان نمونه مثلا اینجا میتونم یک QM لول داشته باشم که من حالا با این رنگ فعلا کاری ندارم. اینجا QM لول من هستش، من میتونم ازش یک FOF بگیرم. ببینید قیمت اینجا این گلفش کرده، اینجا این گلفش کرده و یک بار به سمتش برگشته و این رو به سمت بالا هدایت کرد. خب اگه یک تایم برم پایین تر میتونم QM لول های بیشتری رو برای خودم در بیارم. یک نمونهش مثلا میتونه همینجا باشه. ببینید اینجا مثلا میتونه برای من یک QM لول باشه که کار کرده و قیمت رو پایین نگه داشته به این صورت، که خب من اگه این رو ادامه بدم سواپش اینجا خواهد بود که به من یک FOF میده و من این رو میتونم اینجا تریدش کنم. قیمت بهش رسیده و بعد به سمت بالا حرکت خودش رو شروع کرد. خب بریم یک مثال دیگر رو بزنیم و این مبحث رو تموم کنیم. به عنوان مثال مثلا همینجا میتونه یک QM level باشه، low, high, lower, low, higher, high که QM level برداشته شده اینجا و این کینک FOF من خواهد بود که میتونم اینجا ورود خودم رو داشته باشم. خب طبیعتا کینک به این بزرگی به درد من نمیخوره، باید برم که این رو یک مقداری کوچیک‌ترش کنم. برای این کار باید برم تایم فریم پایین‌تر و اینجا رو بیشتر بررسی کنم که اگه یک دقیقه به من بده این پایین نقش رو ببینید. اینجا سقفی بوده که اومده کفه جدید زده و این سقفی بوده که اومده کفه جدید زده برای من و اینجا یک QM level میتونه برای من باشه که به این صورت من میتونم این رو ترسیم کنم. این QM level من هستش و left shoulder kinkی که همین حوالی وجود داره به این صورت. قیمت این بالا رو مصرف کرده و دیگه ناحیه فرشی نداره، بنابراین به این بالا فیکوت نمی کنه، باید به دنبال ناحیه دیگه بگردم. یک ناحیه دیگه که میتونه وجود داشته باشه اینجا هستش. این سخی بوده که اومده کف جدید داده و اینجا این گلف شده، بنابراین اینجا برای من میتونه QM level باشه و این هم left shoulder kick به این صورت. این left shoulder kick که من میتونه باشه که این رو هدایتش میکنم جلوتر. خب برم تایم فریم پایین تر و اینجا رو هم بیشتر بررسی کنم. خب ناحیه فرشی که من میتونم داشته باشم این هسته که یه دونه QM level فرضاً اینجا دارم، یه دونه سقف و کف اینجا دارم که رفته کف جدید داده، بنابراین اینجا هم برای من یک QM level میشه و در نهایت left shoulder kick که این حوالی وجود داره این left shoulder kick که من هستش و من میتونم این رو به این شکل مشخصش کنم و اینجا ورود خودم رو داشته باشم. خب این هم از این مثال. مبحث خیلی سختی نیست، یک مقدار تمرین میخواد که دستمون توی این قضیه را بیفته تا بتونیم تریدهای بهتری رو از این بگیریم. خب
من پس رو همینجا تموم میکنم، امیدوارم که موفق و معید باشید. خدا نگهدار.